تا اونجا پیش رفتیم که سلطان سلیم یک جو وحشتناکی علیه شیعیان عثمانی به راه انداخت. در نتیجه این اقدامات خصمانه، یک طایفه اصیل و جنگاور به نام ساریغمیش از خاک عثمانی کوچ کرد و وارد خاک ایران شد. شاه اسماعیل هم به این طایفه پناه داد. همین حرکت خشم سلطان سلیم نسبت به کارهای شاه اسماعیل رو چندین برابر کرد. سلطان سلیم دیگه منتظر هیچ بهونه‌ای نبود و به نیروهای عثمانی فرمان داد که وارد شهر دیاربکر بشن. دیاربکری که در اون دوران بخشی از خاک ایران به شمار می رفت. در ادامه شاه اسماعیل و سایر فرماندهان صفوی اشتباهات وحشتناک و جبران ناپذیری انجام دادن که همین اشتباهات مسیر رو برای پیروزی عثمانی هموارتر کرد. در نهایت هم نیروهای نظامی ایران به همراه شاه اسماعیل و سایر بزرگان و فرماندهان از تبریز خارج شدند و به دشت چالدران پا گذاشتند. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من خیلی سریع این نکات اولیه رو عرض کنم خدمتتون که ما داریم داستان جنگ چالدوران رو به صورت قسمتی تعریف میکنیم و این ویدیو قسمت سوم و پایانی از داستان جنگ چالدورانه. اگر دو قسمت قبلی رو مشاهده نکردید هیچ مشکلی نداره، تشریف ببرید در بخش کامنت ها و کامنت اول مال خودمه، پین کردم آوردم بالا و لینک هر سه قسمت رو در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. فرصت کردید هر زمان دوست داشتید میتونید هر قسمتی که خواستید رو به راحتی پیدا کنید و مشاهده کنید. لینک هر سه قسمت در کامنت اول هر سه تا ویدیو الان موجوده و میتونید قسمت‌های مختلف رو مشاهده کنید. منابع در توضیحات خدمتتون هست، وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ قسمت سوم و پایانی از داستان جنگ چالدوران. قشون ایران بعد از طی مسیری از تبریز به سمت شمال غرب ایران رسید، جایی به نام چالدوران. چالدوران در 20 فرسنگی شهر خوی قرار داره. شاه اسماعیل به اکثر نیروهای ایرانی اجازه داد که فعلا کار خاصی انجام ندن و استراحت کنن و البته این هم یکی دیگه از اشتباهات سپاه ایران بود، چون همین کار باعث شد نیروهای عثمانی قوای خودشون رو با خیال راحت منسجم کنن و آرایش جنگی بگیرن. چالدوران موقعیت بسیار خوبی برای نیروهای ایرانی بود. چالدوران دشتی وسیع بود که بین دو رشته کوه قرار داره و طول دشت شرقی و غربیه. جایی که نیروهای ایران حضور داشتن به شکلی بود که در شمال و جنوب موانع طبیعی وجود داشت و قشون سلیم نمیتونست از این موانع عبور کنه. به همین دلیل دور زدن نیروهای ایرانی و محاصره کردنشون اصلاً کار ساده‌ای نبود. همونطور که گفتیم نیروهای سلطان سلیم خیلی بیشتر از نیروهای شاه اسماعیل بودن، اما سپاه ایران با انگیزه تر از عثمانی بود و سربازای ایرانی به شاه اسماعیل اطمینان دادن که تا آخرین قطره خونشون می جنگن و فردا غروب سر سلطان سلیم رو با خودشون به تبریز میارن. نیروهای عثمانی از فرصتی که به دست آورده بودن نهایت استفاده رو کردن. اونا تونستن در تاریکی شب توپهای جنگی رو در بلندی‌های دشت چالدوران مستقر کنن، چون سپاهیان ایران همینطور که گفتیم در حال استراحت بودن. اون شب گذشت و در آغازین ساعات اول شهریور ماه 893 خورشیدی فرمان آتش توسط افسران عثمانی صادر شد. توپ‌ها یکی پس از دیگری به سمت اردوگاه ایران شلیک می‌شدند. گفته میشه 300 توپ جنگی به سمت اردوگاه ایران شلیک شد که چنین آماری حتی در قرن 21 هم به منزله یک جنگ تمام عیاره. این گلوله باران باعث شد نیروهای ایرانی اولین عقب نشینی خودشون را انجام بدن. سلطان سلیم قصد داشت باز هم توپهای جنگی رو جلوتر ببره و نیروهای ایرانی رو گلوله بارون کنه، اما حرکت دادن این توپهای قدیمی خیلی سخت و زمان بر بود. به همین دلیل به دستور سلطان سلیم که خودش هم فرماندهی سپاه عثمانی رو بر عهده داشت، پیاده نظام آماده ی حرکت به سمت مقر ایرانی ها شد. سلاح گرمی که پیاده نظام عثمانی و همچنین پیاده نظام ایران در اختیار داشت، تفنگی بود
به نام تفنگ شمخال. شمخال یک نوع تفنگ سرپر و سنگین بود که برد بسیار کمی داشت. نیروهای دو طرف باید خیلی به هم نزدیک می شدن که بتونن از این سلاح استفاده کنن. دو طرف با تفنگ‌های شمخال به همدیگه شلیک کردند و تعداد زیادی از هر دو گروه کشته شدند. سپاهی که موج اول حمله به ایران رو تدارک دیده بود، سپاهی بود به نام چاوش، یکی از سه نیرویی که سلیم برای حمله به ایران با خودش آورده بود. سلیم هنوز از ینیچری و ایچ اوغلان برای دشت چالدوران استفاده نکرده بود. سپاه چاوش بیش از 20,000 نفر بودند، در حالی که جبهه اول ایران در حدود 5,000 نفر می شدن. کم کم دو نیرو به هم نزدیک شدند و جنگ رفت به سمت استفاده از شمشیر و نیزه. در جبهه شمال و جنوب ایران تپه های صعب العبور قرار داشت و عثمانی ها نمی تونستن ایرانی ها رو محاصره کنن، مگر اینکه با تحمل تلفات و سختی از اون تپه ها عبور می کردن. شاه اسماعیل بالای تپه سوار بر اسب همه چیز رو زیر نظر داشت و حتی مقر فرماندهی سلطان سلیم رو میتونست ببینه. نیروی 20,000 نفری چاوش همچنان نتونسته بودن از پس 5,000 نیروی ایرانی بر بیان. به همین دلیل سلطان سلیم دستور داد سایر نیروهای عثمانی از جناح شمال و جنوب وارد گود بشن. در قلب میدون جنگ همه چیز به نفع ایران جلو می رفت، اما جناحین شمال و جنوب تلفات سنگینی بر نیروهای ایرانی وارد آوردن و تعداد زیادی از سربازان و افسران ایرانی کشته شدند. در نهایت سپاه 20,000 نفری چاوش شکست خورد و فرمان عقب نشینی صادر شد. در اینجای کار سلطان سلیم دستور داد 25,000 نفر از نیروهای ایچ اوغلان وارد میدون بشن تا بلکه این سد 5,000 نفره شکسته بشه. شاه اسماعیل هم نیروهای ذخیره ارومیه، داوطلبان طایفه ساری قمیش که به ایران پناه آورده بودند و همچنین سربازان تالش رو راهی جنگ با سپاه ایچ اوغلان کرد. رسم تالشی‌ها این بود که در میدون جنگ از سگ‌های قوی هیکل استفاده می‌کردند. سگ‌های تالشی و قدرت و درندگی اونها در سراسر آسیا زبان زد بود. همین سگ‌ها تونستن یک مسیر از دل نیروهای ایچ اوغلان باز کنن و شکاف بزرگی در قلب سپاه عثمانی به وجود بیارن. در این مرحله کمانداران عثمانی وارد گود شدن و نیروهای ایرانی رو به رگبار بستن. شاه اسماعیل هم دستور داد سپاه کردستان به فرماندهی جوانی به نام ساروبیره وارد میدون بشه. ساروبیره کشف خود شاه اسماعیل بود، یک جوان اهل شهرستان بانه. زمانی که شاه اسماعیل به کردستان سفر کرده بود با ساروبیره آشنا شد و این جوان رو فرمانده بخشی از ارتش ایران کرد. ساروبیره و همراهانش مردان کوهستان بودند و در شجاعت و استقامت رو دستشون نبود. نیروهای ساروبیره وحشت عجیبی در دل جنگجویان عثمانی انداختند. در اینجای کار بود که عثمانی ناچار به عقب نشینی شد، اما دوباره توپهای عثمانی شلیک شدند و تعداد زیادی از نیروهای ایرانی به همراه فرماندهان خبره جونشون رو از دست دادن. ساروبیره با اینکه زخمی شده بود خودش رو به توپهای عثمانی رسوند و تونست بخشی از این توپهای جنگی رو از کار بندازه، ولی توسط تیرکمانداران عثمانی از پا در اومد و جونش رو از دست داد. شهامت ساروبیره باعث شد که حتی سلطان سلیم هم ازش تمجید کنه و به یارانش دستور داد سر از تن این مرد جوان جدا نکنن. نیروهای عثمانی بعد از چند ساعت دوباره خودشون رو پیدا کردن و به قلب سپاه ایران زدن. ایرانی ها به ناچار عقب نشینی کردن. اکثر فرماندهان و بزرگان نظامی صفویه در همین میدون جنگ جونشون رو از دست دادن. شاه اسماعیل و یارانش هنوز وارد میدون جنگ نشده بودند. شاه گفته بود در آخرین تلاش‌ها به همراه سواران صفویه به میدون جنگ میره و شخصا نبرد میکنه. شاه اسماعیل گفته بود اگر در جنگ کشته شد، یک فرمانده اهل تالش به نام رستم کلاهچرمینه مسئولیت ارتش ایران رو بر عهده بگیره و جانشین شاه اسماعیل بشه.
شب فرا رسید و اولین روز جنگ تموم شد. در اولین روز مقاومت ایرانی ها باعث نشد عثمانی ها به خواستهای خودشون برسن. جبهه جنوبی ایران به شدت تحت فشار بود و نیروهای عثمانی هم در نیمه های شب بخشی از توپای جنگیشون رو در جبهه جنوبی مستقر کردن که صدمات بیشتری رو به ایرانی ها وارد کنن. صبح زود قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، سلطان سلیم نامه‌ای برای شاه اسماعیل فرستاد. مضمون نامه به این شکل بود: ایرانیان اگر 10 جان داشته باشند، جان سالم به در نخواهند برد و شکست خواهند خورد، زیرا برتری نیروی ما به قدری زیاد است که نتیجه جنگ غیر قابل تردید می باشد. وقتی نتیجه جنگ پیشاپیش مشخص است، ادامه خونریزی در آن دور از عقل و خرد است. بنابراین بهتر است تسلیم شوید و سلاح قشون خود را تسلیم سپاه عثمانی کنید. در قبال آن جان شاه اسماعیل، فرزندان و اعضای خانوادهش حفظ خواهد شد و گزندی به اموال خصوصی وی وارد نخواهد آمد. شاه اسماعیل هم میدونست که این جنگ به سمت شکست داره میره. برای همین یه سری شرط و شروط گذاشت و جواب نامه را برای سلطان سلیم فرستاد. متن نامه شاه اسماعیل به این شکل بود: پادشاه ایران و افسران و سربازان تسلیم نمیشوند، ولی حاضرن با پادشاه عثمانی صلح کنند. شرط صلح این است که سلطان سلیم آذربایجان و دیاربکر را تخلیه کند تا اینکه آن نقاط دوباره زمیمه خاک ایران شوند. اگر سلطان سلیم این شرط را بپذیرد، بین ایران و عثمانی صلح برقرار خواهد شد و دلیلی برای ادامه جنگ وجود نخواهد داشت. اما در صورتی که نپذیرد، پادشاه ایران و افسران و سربازانش به جنگ ادامه خواهند داد و شمشیر بر زمین نمی افتد. مسلماً چنین شرطی مورد پذیرش سلطان سلیم نبود. شاه اسماعیل هم فهمیده بود که باید تا آخرین نفس همه نیروهاش بجنگن. شاه اسماعیل خودش هم لباس رزم برتن کرد و آماده ی حضور در میدون جنگ شد. همونطور هم که قبلا گفتیم، در پایان اولین روز جنگ و در تاریکی شب نیروهای عثمانی توپهای جنگیشون رو در ارتفاعات غربی و جنوبی دشت چالدران مستقر کردن تا بتونن فضای بیشتری برای نبرد داشته باشن. در همین حین بود که فرمان آتش این توپها صادر شد و 300 سرباز ایرانی بر اثر این گلوله ها جونشون رو از دست دادن. به طور کلی سپاه ینیچری و سایر نیروهای نظامی عثمانی خیلی قدرتمند بودند و در اون دوران هم توی اوج خودشون به سر می بردن. نیروهای ایرانی اصلا سابقه رویارویی با یک چنین ارتش قدرتمندی رو نداشتن. تعداد سپاه اندک ایرانی ها در برابر 10,000 ارتش منظم عثمانی کار سختی رو داشت سپری می کرد. شاه اسماعیل به همراه 700 سوار نظام به نیروهای توپخانه دشمن یورش برد. این نبرد موفقیت آمیز بود و توپخانه غربی عثمانی از کار افتاد و نیروهای بیشتری به سمت تپه‌های غربی به راه افتادند. سلطان سلیم هنوز خودش وارد میدون نشده بود. این در حالی بود که شاه اسماعیل پا به پای سربازانش شمشیر می‌زد و دلاور مردانه می‌جنگید. حمله شاه اسماعیل به موضع توپخانه عثمانی و استفاده از باروت برای از کار انداختن توپها یکی از شاهکارهای تاکتیکی جنگ در تاریخ به شمار میره. نیروهای ایرانی تونسته بودن تپه رو در اختیار بگیرن، اما این پیروزی دوام چندانی نیاورد. به دستور سلطان سلیم 2000 نیروی تازه نفس ینیچری راهی تپه شدن. هرچند که نیروهای شاه اسماعیل جانانه مقاومت می‌کردند، اما از نظر قدرت و تعداد حریف نیروهای ینیچری نمی‌شدند. در نهایت نیروهای ایرانی با تلفات سنگین شکست خوردند و شاه اسماعیل هم در این نبرد مجروح شد. همگی افراد از شاه اسماعیل گرفته تا فرماندهان و سربازان موقعیت را به سپاهیان عثمانی واگذار کردند. با سقوط جناح غربی، نبرد به سمت جناح جنوبی رفت. در جناح جنوبی هم ایرانی ها داشتن مقاومت میکردن، اما هیچ رقم حریف سپاهیان بیشمار و قدرتمند ینیچری نمیشدن. با قتل عام سربازان ایرانی، جناح جنوبی هم سقوط کرد. بعد از این شکست، تمامی نیروهای ایرانی
به سمت جبهه شمال رفتن که خان محمد استاجلو در اونجا حضور داشت. جبهه شمال هم داشت نفسهای آخرش رو میکشید و بسیار به شکست نزدیک شده بود. شاه اسماعیل همچنان قصد عقب نشینی نداشت و به یارانش دستور داده بود تا آخرین قطره خون بجنگن و خفت شکست رو با خودشون به منزل نبرن. در جبهه شمال رستم کلاه چرمینه، معروف به رستم تالشی، با وجود دلاوری‌های زیاد توسط نیروهای عثمانی کشته شد. در نهایت جبهه شمال هم سقوط کرد و شاه اسماعیل دستور به عقب نشینی کامل داد. نیروهای سلطان سلیم بعد از گذشت از دشت چالدوران وارد تبریز شدند. تبریزی که پایتخت صفویه بود. نیروهای عثمانی در تبریز دست به جنایاتی از جمله قتل افراد سالخورده، تجاوز به زنان و غارت و چپاول اموال مردم کردند. شهر تبریز مدرن ترین شهر ایران بود و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت داشت. اما این شهر زیر پای متجاوزین عثمانی تبدیل به یک ویرانه شد. نیروهای عثمانی تبریز رو در اختیار گرفته بودند، ولی به دلیل کمبود آذوقه و نارضایتی سربازان ینیچری مدت زیادی در تبریز نموندند. از اون طرف در تبریز هم افراد محلی مدام به مقر نیروهای ینیچری هجوم می‌بردند و شهر برای متجاوزین عثمانی به هیچ عنوان امن نبود. خبرایی هم از شاه اسماعیل به گوش می‌رسید که داره نیرو جمع می‌کنه و به زودی به سمت تبریز به راه می‌افته. به همین دلیل سلطان سلیم به نیروهای تحت امرش دستور داد شهر رو تخلیه کنن. همین حرکت باعث شد حکومت نوپای صفویه از نابودی کامل جون سالم به در ببره. جنگ چالدوران تمام شد و ایران در این جنگ شکست خورد. عثمانی با وجود پیروزی به خیلی از خواسته های خودش نرسید و این پیروزی برای عثمانی هم یک پیروزی مقطعی بود. در جریان این جنگ کردستان باختری، یعنی کردستان ترکیه، کردستان سوریه و کردستان عراق برای همیشه از خاک ایران جدا شد. شاه اسماعیل بعد از جنگ چالدوران دچار افسردگی شد و هیچ وقت کسی لبخند بر روی چهره شاه اسماعیل ندید. بعد از این نبرد شاه اسماعیل هیچگاه فرماندهی لشکر صفویه رو بر عهده نگرفت. پیوند میان شاه به عنوان روح هدایتگر نیمه خدایی و قزلباش‌ها به طور جبران ناپذیری شکسته شد. در حدود 1 سال بعد از این شکست، عناصر قزلباش اقتدار شاه اسماعیل برای مدیریت امور کشور رو بسیار ضعیف می‌دونستند. از اون طرف با اینکه ایرانی‌ها در جنگ چالدوران شکست خوردن، شهرت جنگیشون رو در همین جنگ جاویدان کردند. سلطان سلیم وقتی شهامت و بیباکی ایرانی ها رو دید، دیگه هیچ وقت به فکر حمله به ایران نیفتاد. در عوض به کشورهای عربی و مناطقی از اروپا حمله کرد و پیروزی های خیره کننده‌ای به دست آورد. اون تونست امپراتوری عثمانی رو وسیع تر کنه. سلطان سلیم اولین سلطان امپراتوری عثمانی بود که خودش رو خلیفه کل مسلمین جهان خوند. شاه اسماعیل صفوی در سن 38 سالگی بر اثر بیماری و افسردگی از دنیا رفت. پیکرش رو در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. در تاریخ ایران از جنگ چالدوران به عنوان یک شکست حماسی یاد می‌کنند و کشته شدگان این جنگ رو قهرمانان ملی می‌دونند. پیکر جان باختگان جنگ چالدوران در اردبیل و در محوطه‌ای به نام شهیدگاه به خاک سپرده شد.